بینندگان تلویزیون کانال جدید، حامد جمالی هستم و شما بیننده بخش دوم خبری امروز در برنامه رویدادها هستید. امروز پنجشنبه سوم شهریور 1401 برابر با 25 اوت 2022. در ابتدا اجازه بدید نگاه کوتاهی بندازیم به مهمترین اخبار امروز. وکیل منوچهر بختیاری اعلام کرد که موکلش به زندان مرکزی قزوین تبعید شده. تعدادی از اعضای انجمن معلمان کردستان در شهرستان سقز و بخش زیویه با مراجعه به منازل خانواده‌های معلمان بازداشت شده اهل شهرستان دیواندره با اونها دیدار کردند. نازی زندیه دانشجوی 21 ساله روز یکشنبه 26 تیر از سوی ماموران امنیتی در ارتباط با کارزار حجاب بی‌حجاب در تهران بازداشت شد. پایگاه خبری هرانا گزارش داد که روز چهارشنبه 22 تیر ماه سعید کاووسی پور زندانی جرایم مالی در زندان تهران بزرگ یا فشافویه به علت عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده است. کیفرخواست متهمان پرونده متروپول آبادان صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اعلام کرد متهمان در بازداشت هستند. اما میپردازیم به موضوع این برنامه. بخش دوم برنامه رویدادهای امروز، نرگس محمدی فعال سیاسی از بروز حمله قلبی در چهار زن محبوس در زندان اوین طی کمتر از یک ماه خبر داد. او طی یادداشت کوتاهی در اینستاگرام اسامی سه تن از این زنان رو، فریبا اسدی، زهرا صفایی و فرنگیس مظلوم، اعلام کرده. نرگس محمدی اعلام کرده و تاکید کرده که هر چهار نفر این زندانیان زن به بیمارستان انتقال داده شدند و بستری شدند. نرگس محمدی این اتفاقات رو نگران کننده دونسته و خواستار اعزام تیم متخصص به بند زنان برای بررسی علت این موضوع شده. در مورد این موضوع با کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران، گفتگو می‌کنیم. ضمن خوشامدگویی به شما کاظم نیکخواه، پرسش اول من اینه که نظر شما رو میخوام بدونم در رابطه با این گزارش نرگس محمدی از وضعیت نگران کننده بند زنان زندان اوین. با درود به شما و همکارانتون. کلن خب مشاهدات تکاندهنده از درون زندان ها و فقط مورد خانم نرگس محمدی که اطلاعاتی رو دادن نیست، نمونه های بسیار زیادی شاهدان عینی دارن میگن که وضعیت زندان ها به ویژه زندان زنان بسیار اسفناک و فاجعه بار هست. حتی ما نمونه های زیادی داشتیم از زندانیانی که نمونه های متعددی که در زندان ها مرحال جانشون را حتی از دست دادن. وضعیت بهداشت، وضعیت غذا، وضعیت همه چیز در زندان ها از استاندارد ها، حداقل استاندارد ها یه قابل قبولی که میتونه وجود داشته باشه برخوردار نیست و کلن باید بگم که شکنجگاه از زندان های جمهوری اسلامی. حتی اون موقعی که زندانیان، یا حتی فقط در مورد زندانیان سیاسی نیست، زندانیان عادی هم زیر فشار و شکنجه و محرومیت و محدودیت و همه فشارهایی هستن که قابل تصور باشه. برحال این واقعیتیه که از منابع مختلفی همین موارد مورد تأکید و تأیید قرار گرفته. بله، اما همزمان با گزارش نرگس محمدی، مقامات جمهوری اسلامی هم در مورد زندان‌های جمهوری اسلامی اظهار نظرهایی کردن. اجازه بدید به برخی از این اظهار نظرها با هم نگاهی بندازیم. محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، طی جلسه ای در مراسم سالمرگ اسدالله لاجوردی، جلاد معروف حکومت، خطاب به کارکنان زندان‌ها گفته که در به زندان‌های کشور به روی همه جهانیان باز است و می‌توانند بیایند و ببینند، و ادامه داده نوع برخورد با زندانیان امنیتی و زندانیان عادی از جمله افتخارات نظام زندانبانی جمهوری اسلامی است.
مثل همین ادعا رو در بهمن 1399 ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی و رئیس قوه قضاییه وقت هم گفته بود و اون رو مشروط کرده بود به اینکه بگذارن ما هم هر زندانی رو که در کشور اونها میخوایم ببینیم. کاظم نیکا، به شما برمیگردم. پرسش من اینه که مطرح کردن این چنین ادعاهایی از سوی مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی، اونم در سالمرگ لاجوردی، چه پیامی رو به مردم ایران و جامعه بین‌المللی در بر داره؟ ببینید کلا واقعا موقعی که یه همچه اظهار نظرهایی رو آدم میشنوه میمونه چه چیزی به اینا بگه، چه جوابی بده، چه ارزیابی داشته باشه. کسی که زندانهای جمهوری اسلامی رو همسال رئیسی و همین محمد مصدق که گفتین به اصطلاح فضای بازش رو تصویر میکنه، یا باید بگیم مرز وقاحت رو در نوردیده، یا اینکه از نظر مغزی یه مقدار دچار اختلال شده. شواهد هم طور که اشاره شد در مورد زندانهای جمهوری اسلامی بی نهایته، یعنی کتابها، شاهدان عینی، نمونه هایی از زندانیانی که در زندانها جان باختن که یه نمونش مشهور شناخته شدهش بکتاش آبتین هست و نمونه های متعددی در این رابطه وجود داره. تو زندانها زندانی زیر فشار و محدودیت و غیر و جانش رو از دست داده، یا حتی زندانیان رو گذاشتن در معرض حملات جانیانی که تو زندانها هستن برای اینکه جانشون از دست دادن، و نمونه های بسیار بسیار زیاد. یعنی میخوام بگم یک مورد و دو مورد نیست، یا ادعای من نیست، ادعای یک نفر نیست. همین دادگاه حمید نوری رو شنیدیم، سخنان و مشاهدات شاهدان بسیاری رو از زندانهای جمهوری اسلامی، و گفتم اون حالا مربوط به دهه 60 بود. همین الانش، همین سالهای اخیر نمونه ها زیاد است که زندانی جانش رو از دست داده، و یا همین مشاهداتی که نرگس محمدی گفته یا دوستان دیگری از زندان ها بیان کردن. اون وقت یک کسی بلند میشه از مقامات جمهوری اسلامی میگه در زندان ها به مردم، روی مردم دنیا بازه، ولی در این حال اجازه نمیدن که مثلا سازمان های حقوق بشری بین المللی راحت بیان درون زندان ها نگاه کنن. تازه اجازه هم بدن میبرن چون یه گوشه ای نمیدونم یک چیزایی بهشون نشون میدن، رد میشن میرن، که این کارم نکردن. فاکت ها آنچنان عظیم و بی نهایت هست که گفتم نمیدونه آدم موقعی که کسی این چنین میگه فقط باید بگه یا دچار اختلال مغزی شده. جمهوری اسلامی حکومتیه که کار مثلا روی دیکتاتورهای دنیا مثل پینوشه و نمیدونم سوهارتو تو اندونزی و غیره و غیره رو سفید کرده، و اسم این حکومت و خمینی، خامنه ای، رئیسی تو تاریخ به عنوان جلادان بشری، جلادان ضد بشری ثبت شده، ثبت خواهد شد، و این دوره تاریخ و سیاه رو به مردم تو تاریخ ثبت خواهند کرد. بنابراین میخوام بگم وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی، چه زندانهای سیاسیش چه زندانهای دیگرش، وحشتناک، غیر قابل قبول، فاجعه آمیز، و سطوحی است که مرز ضد انسانی رو رد کرده. بله کاظم نیکا، اجازه بدید یه نگاهی هم بندازیم به کارزار اتحاد علیه سرکوب. همزمان با اینکه جمهوری اسلامی فشار بر فعالین و زندانیان سیاسی رو افزایش داده تا موج اعتراضات رو کاهش بده، حزب کمونیست کارگری کارزار اتحاد علیه سرکوب رو سازماندهی کرده. لطفا بگید این کارزار چه اقدامات و برنامه هایی رو در رابطه با زندانیان سیاسی در دستور کار خودش قرار داده؟ بله ببینید، در همین ماه های اخیر تعداد زیادی از معلمان، فعالین کارگری، فعالین اجتماعی به بهانه های مختلف دستگیر شدند، بازنشستگان و
الان تو زندان، یه عدهشون آزاد شدن ولی خیلیشون تو زندانن. جمهوری اسلامی اعتراضات به حق بازنشستگان و معلمان و کارگران رو مورد تعرض قرار داده و تو ماهای اخیر یه مقداری این روند تشدید شده. در این حال ما شاهد این بودیم که بخش‌های مختلف مردم از اعتراضات همدیگه حمایت میکنن و موضع‌گیری میکنن، اعلام همبستگی میکنن با مثلا معلمان از کارگران، کارگران از معلمان یا بازنشستگان و غیره. بحث این اتحاد علیه سرکوب، پیوستن این جنبش ها، جنبش بازنشستگان، جنبش معلمان و جنبش کارگری و بخش های مختلف جامعه، جنبش زنان، پیوستن اینها به همدیگه و همراهی کردن، هماهنگ شدن اونها با همدیگه علیه این فضای سرکوبی است که جمهوری اسلامی میخواد دوباره تشدیدش کنه، تشدید کرده دوباره و میخواد گسترشش بده. این بحث ما این است که این امکان وجود داره که معلم و بازنشسته و کارگر و زن معترض و بخش های مختلف مردم دست به دست هم بدیم، هم صدا باشیم علیه سرکوب و میشه جمهوری اسلامی رو عقب روند. تا حد زیادی در دوره های مختلف عقب روندیم جمهوری اسلامی رو که به اینجای رسیدیم که هستیم و میشه تا حد بیشتری عقب روند که بشه فریاد اعتراض مردم به حقوق های زیر خط فقر، زندگی مشقت بار و غیره و غیره رو این فریاد با آزادی بیشتری بلند بشه. مبارزه کردن علیه امنیتی کردن مبارزات و اعتراضات رو باید گسترش داد و این با پیوستن این مبارزات به هم دیگه، با پیوستن جنبش معلمان و بازنشستگان و کارگران و بخش‌های مختلف مردم به هم کاملا امکان پذیره و این اتحاد و همبستگی عملی هست و میشه اون رو گسترش داد. تا حدی تا اینجا شاهد بودیم مواردی و باید بیشترش کرد و طوری که کاملا دیده بشه و هماهنگ باشه، مبارزات همزمان، حمایت کردن از مبارزات همدیگه، اعتراض کردن به دستگیری فعالین در جای مختلف مستقل از اینکه به چه بخشی از مردم اعتراض دارن، تمام بخش‌های جامعه از همدیگه حمایت کنن و به دستگیری‌ها اعتراض کنن با بیانیه تو مدیای اجتماعی، با اکسیون‌ها و غیره و غیره. اینها مواردی است که نمونه‌هایی است که من الان به ذهنم میرسه. برحال اساساً تاکید ما بر اتحاد، اتحاد بخش‌های مختلف مردم علیه سرکوب است و با این نقطه عزیمت باید تو هر مبارزه وارد شد، به هر مبارزه برخورد کرد و اون رو گسترش داد. بله، تشکر میکنم کاظم‌نیک خواه از اینکه در برنامه امروز رویدادها شرکت کردید. بینندگان تلویزیون کانال جدید از شما دعوت میکنم که گزارشات صوتی، تصویری و نوشتاری از محله و شهر خودتون از طریق راه‌های تماس که در پایین صفحه می‌بینید برای ما ارسال بکنید. اینجا به پایان بخش دوم برنامه رویدادهای امروز می‌رسیم. برای شما اوقات خوبی را آرزو می‌کنم.